ما از یک نظر که صحبت از شعار زن زندگی آزادی هستیم و اینی که برای کشف حجاب و اینی که زنان ایران و کودکان ایران و جمهوری اسلامی که به نام عدل علی در حال حاضر به دنبال بیش از 60-70 کودک کشی بوده، بیش از 500 نفر و در دی و آبان 96 و آبان خونین 98 بیش از 1500 نفر کشته شدند و به گفته رویتر و گفته دیگران بیش از 4700 نفر کشته شدند. اگر شما دهه‌های 60 رو نگاه کنید، ترورهایی که انجام شده رو نگاه بکنید، بیو تروریسم در حال حاضر که صدها هزار نفر به خاطر اینی که بیان به جای اینکه فایزر رو وارد بکنن و به اینها واکسن بزنن، اونها رو به تباهی کشوندن، سرمایه ملی به یغما رفته. ما فقط همدیگر رو داریم و اینی که دست به دست یکدیگر باید بدیم و این پیمان کوروشی رو به انجام برسونیم. این دیگر شعار نیست، بلکه یک خواسته مردمان ایران و خواسته تمام کشورهایی که از یوغ بندگی 79 کشور عربی و اسلامی هستند. زنان ایران به خاطر خودشون به خیابان‌ها نیامدند، یا به خاطر فردی خانم گل به سر به خیابان‌ها نیامدند، بلکه به دنبال اون مهد تمدن بشری خودشون هستند، بازگشت به اون ریشه های آیین کوروش خودشون هستن، به دنبال آن هستن که آنچه که از ما گرفتن و مصادره کردن غرب به نام خودشون رو بازگردونن و این ققنوس دوباره از پاکستر برخواسته و همچون یهودیان که 2000 سال در تبعید بودن که بازگشتن با اندیشه خودشون و همگرایی و دست به دست یکدیگر در از اکناف نقاط جهان جمع شدن که بتونن ایران رو بسازن، ما نیز ایران رو پس میگیریم و دوباره میایم و اون رو خواهیم ساخت. با سپاس.